لزوم تصویب قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای چه بود و چرا دولت حسن روحانی این مسببه مجلس را مخالف قانون اساسی می‌داند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. تنها 8 روز مانده به اتمام ضرب الاجل تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1، مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کرد. بر اساس این قانون تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در توافق نهایی باید یک جا و به طور کامل لغو شود و دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای ممنوع شده است. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت تصویب این قانون را خلاف قانون اساسی ایران دانسته است. در این برنامه صفحه 2 ضمن ارزیابی مفاد این قانون، تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای و دلیل مخالفت دولت با این مسببه را بررسی خواهیم کرد با احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، همینطور مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال ملی و مذهبی و محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هر سه از پاریس با ما هستند. بسیار خوش آمد میگویم به هر سه دوستان که دعوت ما رو پذیرا شدند. آقای سلامتیان، فکر میکنید که چرا دولت معتقد هست که این مسببه خلاف قانون اساسی است؟ ببینید، دولت استدلالش یک استدلال شکلی است و در اون استدلال خودش مدعی میشه که مسئله موضوع مذاکرات نه در حوزه مجلس، نه در حوزه قوه مجریه، بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است. به نظر من این تفسیری که به موجب اصل 176 میکنند تفسیر منطقی نیست. چنین موضوعی هم در صلاحیت قوه مجریه است، هم در صلاحیت قوه مقننه است و هم به نوعی شورای عالی امنیت ملی درش درگیر و هماهنگ کننده است. درستتر عبارت از اینه که گفته بشه هر قوه‌ای در جایگاه خودش در مورد چنین مسئله‌ای صاحب نظره، اما هیچ قوه‌ای نمیتونه نظر خودش رو به قوه دیگه تحمیل بکنه. معالن هماهنگ کردن اون در سیستم نظام جمهوری اسلامی به عهده رهبری واگذار شده که ممکنه از طریق شورای عالی امنیت ملی این هدایت رو انجام بده. آقای کاظمیان، اصل 77 و 125 قانون اساسی خیلی تصریح روشنی داره که هر نوع معاهده بین‌المللی، مقابله و عهدنامه و همه اینها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. این حرفی که دولت داره میزنه که این خلاف قانون اساسی هست، جناب کاظمیان، عملا خود این حرف های خلاف قانون اساسی نیست؟ یک و دو، مجلس چرا در آنچه که امروز تصویب کرده نگفته که ما باید اون رو تصویب کنیم، بلکه گفته که باید به آگاهی مجلس برسه؟ یعنی به نظر من خود مجلس هم داره یک گام عقب نشینی میکنه از اون اختیاراتی که در قانون اساسی براش پیش بینی شده. چنانکه آقای سلامتیان اشاره کردن، به هر حال این حق قانونی مجلس هستش، یعنی مطابق اصل 76 حتی که میگه مجلس حق تعیق و تفحص در تمام امور کشور رو داره، و همینطور اصل 77 که شما اشاره کردید در مورد تمامی عهدنامه ها، مقابله نامه ها و قراردادها و موافقت نامه ها، این به هر حال مفروض هستش حق مجلس. من گمان میکنم که اظهار نظر آقای نوبخت رو به ویژه با توجه به تاکیدهایی که در همین ماده واحده هستش که به نوعی ارجاع داده میشه اون بندهای مختلف به شورای عالی امنیت ملی و نظارت شورای عالی امنیت ملی مفروض گرفته میشه، به نظر میرسه صحبت سخنگوی قوه مجریه فقط یک جور فاصله گیری از اکثریت مجلس هستش، شاید بیشتر برد تبلیغاتی خارجی داشته باشه. چنان که حتی در تصویب این ماده واحده به نظر من بخشی از کسانی که
به اون رأی دادن انگیزه اونها و نقطه عزیمتشون همین بوده که در برابر مصوبه کنگره امریکا به نوعی یک خودنمایی بکنه مجلس، در حالی که مفروض هستش که اون جایی که تصمیم گیر اصلی است در مذاکره با طرف غربی و نیل به تفاهم با 5+1 در نهایت مجلس نیستش، یعنی تعادل قوا و نیروهای سیاسی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به گونه است که مجلس عملا حاشیه هستش. این قانون و مصوبه مثل خیلی از قوانین دیگه وقتی ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد که پشتوانه داشته باشه. واکنش روزنامه کیهان یا برخی تریبون‌های راست تندرو افراطی‌ها به همین قانون مصوب به نظر من خودش نشون میده که مطلوب‌های تندروها تامین نشده، به تعبیر کیهان نوعی رقیق سازی صورت گرفته یا اهداف اصلی طرح مخدوش شده و خونسا شده. به نظر میرسه که فقط یک جور مقابله با کنگره امریکا هست، البته به نوعی دست گروه مذاکره کننده رو هم باز میکنه برای اینکه خودش رو مستظهر بدونه به این فشار مجلس، هرچند که من فکر میکنم در نهایت باز در گفتگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی با 5+1 به هر حال همون تعادل قوایی که روند مذاکرات رو تا حالا به اینجا رسونده حاکم خواهد بود و سوی مقابل هم میدونه که به نوعی به هر حال فشار تحریم ها و مجموعه شرایط اقتصادی امنیتی جمهوری اسلامی رو رسونده به ضرورت نیل به تفاهم. آقای توفیقی، اگر واقعا هدف این هست که فشاری مجلس بخواد وارد بکنه، در اون صورت چرا حق قانونی که قانون اساسی برای مجلس در نظر گرفته رو طبق این مصوبه عملا از خودشون سلب کردن؟ چون همونطور که اشاره کردم قانون اساسی داره میگه که تمام معاهدات باید به تصویب مجلس برسه، اون چی که امروز تصویب شده امروز سه‌شنبه داره میگه باید به آگاهی مجلس برسه، یعنی عملا مجلس یک گام هم عقب نشسته از اختیارات خودش. ببینید، من تصور میکنم برای رمزگشایی از اون چی که در رابطه با بحث ماجراجویی هسته‌ای ایران در جریان هستش، امروز داره رد و بدل میشه در حالی که مذاکرات در واقع کشورهای اروپایی در جریان هستش، در ایران مجلس مصوبه تصویب میکنه، دولت با اون مخالفت میکنه، همه اینها رو باید در یک کانتکست بزرگتری مورد بررسی قرار داد و اون این هستش که آقای خامنه‌ای تصمیم خودش رو برای به پایان رسوندن این ماجراجویی هسته‌ای عزم کرده. همون موقعی که ایشون صحبت از نرمش قهرمانانه کرد، بنا به دلایل متعددی که مهمترین اونها به نظر من بحث عظمت طلبی هستش که ایشون به دنبالش هست و میخواست اون رو در یک قدرت هسته‌ای متبلور بکنه، و همینطور بحرانی که الان کشور به خاطر تحریم ها با اون مواجه هستش که تا گذشته فقط نان مردم بود و امروز مشخص شده که حتی آب مردم هم به این موضوع تحریم ها وابسته هستش، و از سمت دیگه بحث جانشینی آقای خامنه‌ای، چون ایشون خودشون مطمئن هستن که وضعیت بیماریشون در یک مرحله وخیمی هستش، قصد به پایان بردن این ماجراجویی رو دارن. حالا برای این که در واقع این شکست رو، چون از دید من حتی اگر این توافق با همین خصوصیاتی که مثلا مجلس به دنبال اون هستش اتفاق بیفته، یک شکست به حساب میاد، کما اینکه ممکنه برای بخش عمده ای از مردم ایران هم به همین گونه باشه، اینها نیاز به یک سری خوراک تبلیغاتی، شانتاژ و اصطلاحاً برای وارون نمایی حقیقت به یک سری در واقع مواد نیاز دارن که از جمله اون مواد به نظر من همین بحث مصوبه مجلس هستش. این مصوبه با اینکه خب اون ورژن اولیه اون خیلی متفاوت بود با این ورژنی که در حال حاضر امروز به تصویب رسید، اما در عین حال نه به نظر من مشکلی ایجاد خواهد کرد و نه مانعی در برابر دولت ایجاد خواهد کرد. این مصوبه بیشتر در راستای این هستش که به افکار عمومی داخل بقبولونند که اگر توافقی اتفاق افتاد، این توافق مبتنی بر مثلا این مصوبه مجلس بوده و خب عملا اون شکست بزرگتر رو که نابودی مملکت هستش رو در قبال یک اتفاق کوچکی که خواهد افتاد و احتمالاً جشنی هم به مناسبت این پیروزی اتمی برگزار خواهند کرد، به عنوان یک پیروزی به خورد
ملت بدن. بقیه مسائل این که مثلا حالا به قول حالا روزنامه کیهان رقیق سازی شده یا اینکه در واقع غنی سازی شده یا هرچه هست، اینها به نظر من حاشیه هستش و اصل این هستش که این مصوبه در راستای شانتاج تبلیغی برای وارونه نمایی یک شکست بزرگ هست. آقای سلامتیانه، اگر اون چه که جناب توفیقی اشاره کردن رو بپذیریم، یعنی که بنابر این هست نظام یا آیت الله خامنه‌ای به تعبیر ایشون این تصمیم رو گرفتن که به هر حال بحث هسته‌ای رو یا بحران هسته‌ای رو به نوعی تمامش کنند، به اتمام برسونن، خب این کار میتونه انجام بشه از طریق مجراش که داره انجام هم میشه اگر حالا در نهایت توافقی صورت بگیره، ولی این مخالفتی که دولت داره میکنه یا مصوبه‌ای که در مجلس داره تصویب میشه، در نهایت تمام اینها به نظر میاد که با اون چیزی که در قانون اساسی هست خیلی همخوانی نداره. پرسش اصلی من در واقع این هست که چرا قانون اساسی اینجا داره معطل میشه و به نوعی همه موادش داره دور زده میشه در حالی که ضرورتی برای این کار نداره و حتی با وجود این هم دولت کماکان باهاش مخالفت میکنه. ببینید، به همون اندازه‌ای که پیشنهاد طرح مجلس تحت عنوان الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای یک امر ظاهری و تبلیغاتی مربوط به داخله، به همون اندازه هم استدلال دولت در مورد اینکه مجلس با چنین اکثریتی شأن خودش و شأن قوای سگانه رو رعایت نکرده و اون رو مغایر با اصل 176 بدونه که مربوط به اختیارات شورای عالی امنیت ملی است که یکی از قوه کشور نیست، ظاهری است و جنبه سیاسی داره. متاسفانه بسیاری مسائل حقوقی، دیپلماتیک و فنی در داخل جمهوری اسلامی بدل به شعار و ابزار سیاسی حل و فصل دعواها و کشمکش‌های داخلی میشه. نتیجهش عبارت از این میشه که مجلسی که در رأس اموره در یک مصوبه‌ای با رأی بیش از 87% اعضاش، یعنی 213 نماینده از مجموعه 244 نماینده، مصوبه‌ای رو در سه ماده بگذرونه که در داخل اون سه بار تکرار بکنه که باید دستورات یک مقام انتصابی که شورای عالی امنیت ملی باشه رو مجلس رعایت بکنه. این در حاکمیت مجلس ضربه میزنه. این مجلس دیگه رأس امور نیست، ذیل امور هم نیست و به همین ترتیب دولتی که مذاکرات دیپلماتیک رو به پیش میبره با شورای عالی امنیت ملی هم هماهنگ کرده، وزیر امور خارجش حتی از جانب شورای عالی امنیت ملی به عنوان هماهنگ شده قلمداد شده، در صحنه بین المللی مواجه با این میشه که از نظر تبلیغ البته مثل این که مجلس میخواد اضطراب اصلیش از دولت نه از طرف‌های مذاکره که در بیرون هستن. پیامی هم که به طرف‌های مذاکره بیرون میده به جای اینکه پیام این باشه که اینجا هم مثل آمریکا مجلسی داره و قوای مجزا داره، نشان دهنده اینه که نه، در داخل جمهوری اسلامی متاسفانه امور در جای دیگری حل و فصل میشه و در اون جای دیگر درست همون جایی است که امروز مثل این که مسئله هسته‌ای به پایان کاربردی خودش برای کل حاکمیت جمهوری اسلامی رسیده و علارغم این هیاهوها باید به نوعی این مذاکرات به نتیجه برسه. آقای کاظمیان، شما در صحبت پیشین خودتون اشاره کردید که تندروها میخواستند در واقع از این غلیظتر باشه در واقع مصوبه، ولی خب اجازه ندادن. من بیشتر منظورم اون لفظ تندروها هست. اگر قانون اساسی هست، اگر نماینده‌ای هست، اگر مجلسی هست، به هر حال صورت وظایف اینها هم روشن و مشخصه. مجلس اگر بخواد حق قانونی خودش رو که همون تصویب مقابل نامه‌های قانون بین‌المللی هست، اون چیزی که حقی که در قانون اساسی براش تصریح شده رو اجرا بکنه و اصرار بکنه که این باید عملی بشه، چرا باید بهشون گفت تندرو؟
آقای پونچی، شاید مشکل اصلی برگرده به واقعیتی که در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی با اون مواجه هستیم. یعنی به هر حال مجلس اسم خودش رو داره ولی ماهیت و محتوایی رو که باید داشته باشه فاقد هستش و دیگر ارکان هم شاید به همین ترتیب، یعنی تصمیم گیر اصلی جای دیگری است، هسته اصلی قدرت تعیین تکلیف میکنه و لایه‌های مختلف مجلس به میزان مختلف تلاش میکنن که همسو بشن یا به هر حال همراهی نشون بدن یا انتقاد کنن. ببینین آقای علی لاریجانی رئیس مجلس اظهار نظر خیلی جالبی داره، میگه که رهبر معظم باید در این خصوص تصمیم بگیره و ما در مجلس باید اطاعت کنیم و نباید دستان رهبری انقلاب رو ببندیم. هر تصمیمی که رهبر و شورا بگیره ما تابعیم و میپذیریم. این کاملا نشون میده که پس مجلس اونچنان که آقای سلامتیان هم فرمودن دیگه صدر امور نیست، یعنی فقط یک بخشی است برای صورتبندی حاکمیت در جمهوری اسلامی. حالا البته بخشی از نمایندگان که کاملا الان اقلیت هستن، اینها خب انگیزه ها و پروژه های خودشون رو دارن که به طور مشخص مثلا جبهه پایداری یا یاران آقای مصباح یزدی اون رو نمایندگی میکنن، اما در این ترک حدود مثلا 90% نمایندگان بهش رأی دادن در این ماده مصوب، به هر حال همه اینها تندرو نیستن، بخشی از اونها عملگراهای مجلس هستن که اینها به هر حال فکر میکنن که با نوعی اعمال فشار غیر مستقیم میتونن شاید امتیاز کمتری ایران بده به طرف غربی یا امتیاز بیشتری از طرف مقابل بگیره، چنانکه حتی آقای مطهری به نوعی این طرح رو در برابر اقدام کنگره توضیح میده و توصیف میکنه. غیر از این بخش از اقتدارگرهای داخل مجلس هم تلاش میکنن همسو با ولایت مطلقه فقیه اون ملاحظاتی که آقای خامنه ای گفت در رابطه با عدم بازرسی از مراکز نظامی یا به هر حال بازجویی از دانشمندان جناب کاظمی، اگر صحبتی که میکنن در چارچوب حقوقی است که قانون اساسی بهشون داده چه اشکالی داره؟ حالا به هر حال مجلس هست، ممکنه شما یا عده زیادی باهاشون موافق باشن مخالف باشن، ولی قانون هست دیگه، اگر قانونی در کار هست. پرسش من این هست که چرا به اون کاری که قانونن داره انجام میشه خیلی ها معترضن و اعتراض میکنن که نه شما حق ندارید این کارو بکنید، بذارید خارج از روال قانونی این کار انجام بشه. خب عرض کردم به خاطر همین که به تعبیر آقای لاریجانی ماجرای فروش سیب زمینی نیست و این تحقیریه که رئیس مجلس داره به نظر من متوجه پارلمان میکنه، متوجه نمایندگان مجلس میکنه، یعنی کسانی که باید نماینده مردم باشن و حق اظهار نظر در همه امور رو دارن مطابق قانون اساسی، در مهمترین مسئله که الان گریبانگیر کشور و نظام هستش یعنی انرژی اتمی، حق اظهار نظر ندارن یا به تعبیر آقای لاریجانی صلاحیت اظهار نظر ندارن. کی صلاحیتش رو داره؟ شورای عالی امنیت ملی که باید مصوباتش به امضای رهبری برسه و حتی در چارچوب سیاست‌های ابلاغ شده از طرف رهبری پروژه‌های امنیتی دفاعی جمهوری اسلامی رو تعقیب کنه. به این معنا اعتماد به نفسی در مجلس وجود نداره و طبیعتاً اگر اقدامی صورت می‌گیره یک اقدام سوری هستش و من فکر می‌کنم که هم طرف غربی این رو می‌فهمه و هم به تعادل نیروها در جمهوری اسلامی چنان که مجلس از اون حیز انتفاعی که در قانون براش به صورت تعیین شده کاملا ساقط میشه. جناب توفیقی، در گذشته اصلاح طلبان انتقادای زیادی داشتند به اینکه شورای عالی امنیت ملی حق تقنین ندارد، حق فلان ندارد، یعنی انتقاد داشتن که شورای عالی امنیت ملی داره پاش رو فراتر از اون چیزی میذاره که براش تصویب تعیین شده. الان دولت مورد حمایت اصلاح طلبان داره کار رو حتی فراتر از این هم میبره، یعنی عملا هم قانون اساسی معطله، هم مجلس یعنی عملا هیچ کدوم از اینها اون وظایفی که براشون تعیین شده کاملا دیگه گذاشته میشن کنار و در این حال انتقادی هم نمیشنویم، یعنی حمایت هم دارن میشن اینها هم از طرف همون اصلاح طلبانی که قبلا منتقد بودن. من حالا نمیخوام از بحث عملکرد اصلاح طلبان و گذشته دفاع بکنم، اما در پاسخ سوال شما میتونم اینو خدمتتون بگم. ببینید، شورای عالی امنیت ملی یک اسم رمزی هستش برای تصمیماتی که آقای خامنه ای میگیره، یعنی عملا این شورا آنگونه نیست که مثل مجلس یا مثل جاهای دیگه هم به همین ترتیب اونها هم از یک قدرت استقلال و مثلا تصمیم گیری جدا از نظرات آقای خامنه‌ای داشته باشند. این شورا
عملا یک پوششی هستش ایجاد شده به خاطر شما میدونید که این در بازنگری قانون اساسی سال 68 این شورا اضافه شد. درست. قبل از اون شورای عالی دفاع بود که عمدتا در بحث دفاع و مسئله جنگ ورود میکرد. البته خب موضوعات دیگری هم ممکن است ورود کرده باشه، اما بعد از بازنگری در قانون اساسی آقای خامنه ای ساختاری که برای جمهوری اسلامی تصویر کرد در ذهن خودشون که قوای سگانه رو، یعنی مجلس رو، دولت رو و قوه قضاییه رو به شکل دفاتری در بیاره که مسئولین این دفاتر رو حالا خودش تعیین بکنه، از فیلتر شورای نگهبان که رد شدن حالا مردم هم یک رأی به اونها بدن. اما در همین بازی شبه دموکراتیکی که به هر حال وجود داره، مثلا قوه مقننه، مجری یا قضاییه، حدود اختیارات اونها تعریف شده هستش و از یک حد مشخصی نمیتونن در واقع اینها پاشون رو فراتر بذارن. کما اینکه مثلا همین مصوبه‌ای که امروز تصویب شد شکل اولیه اون بسیار متفاوت بود. در شکل اولیه این مصوبه آمده بود که در روز توافق تحریم ها باید لغو بشه، مجلس با یک هیئت 7 نفره باید بر اجرای این توافقنامه نظارت بکنه و اسمی هم از شورای عالی امنیت ملی نبود. اما بلافاصله آقای لاریجانی از شورای عالی امنیت ملی که برگشتند در واقع ترمز نمایندگان رو کشیدن، اعلام کردن که وظیفه شما در حد فروش سیب زمینی هستش. یعنی عملا صحبتشون این بود که گفتن موضوع هسته‌ای مسئله فروش سیب زمینی نیست. این مفهومش اینه که این نمایندگان در این ساختار قدرت وظایفی که بهشون محول میشه در حد فروش سیب زمینی هستش. اما اگر اجازه داده بشه به اونها در بخشی از بازی شرکت بکنن، در جاهای دیگه به اونها اجازه داده نخواهد شد و تصمیماتی که آقای خامنه ای اونها رو میگیره تحت عنوان شورای عالی ملی امنیت ملی این رو در واقع در جامعه منتشر میکنن که خیلی هم یک تصمیم فردی و یک نفره به نظر نرسه. آقای سلامتیان، در نظر سنجی‌هایی که حالا پراکنده در داخل ایران یا از بیرون در ایران انجام شده، خب به نظر میرسه که حل و فصل بحران هسته‌ای از حمایت مردمی برخوردار هست. اکثریت مردم میخوان که این مسئله حل بشه. بنابراین پرسش من در اون از اون لحاظ نیست، بیشتر حول نحوه حل فصل این داستان هست، بحث شیوه سیاست و سیاست ورزی در ایران هست. چگونه هست که گروه های سیاسی در دوره‌ای منتقد شورای عالی امنیت ملی و در واقع افزایش اختیاراتون بودن، پرسشی که از جناب توفیقی کردم، ولی الان دولت مورد حمایت همون جریانات سیاسی کاری که داره میکنه، حتی مجلس رو به طور کامل از گردونه خارج میکنه، قانون اساسی به طور کامل داره عملا میگم اجرای اصول مختلفش معطل میشه، ولی انتقادی هم شنیده نمیشه. ببینید، من فکر میکنم مسئولیت عمده این امر متوجه خود مجلسه. ببینید، مجلسی که دارای اتکای عمومی نیست به طور دائم نگاه میکنه به مراکز مختلف قدرت و متناسب با اونها تصمیم میگیره. مجلسی که خودش مستظهر به آرای عمومی و پشتیبانی عمومی است، جرأت این رو داره که در برابر مراکز قدرت هم بیست. آقای سلامتیان، فرض کنید که فردا مجلس دیگری تشکیل بشه که خواهد شد تا ماه هادی به حال در اسفند ما، و افرادی بیان که رأی مردم را هم دارند، یعنی کاملا خلاف اونچه که امروز داریم میبینیم، ولی وقتی این نهاد قدرتش رو از دست داد چه فایده ای داره؟ پس اون افراد چرا الان منتقد نیستن؟ ببینید، شکی نداره که در جمهوری اسلامی با مشکلاتی که در مورد رقابت آزاد وجود داره در انتخابات و مشکلاتی که نحوه برخورد با مجلس وجود داره، روز به روز گرچه ساختمان مجلس و تأسیساتش مفصل تر شده، حیثیت آبروش کمتر و کمتر شده. این مجلس واقعیتش عبارت از اینه که متدرجن داره بدل به دفتر امضای تصمیمات مراکز قدرتی که در خارج از او شکل میگیرند تبدیل میشه. این دیگه مجلس به عنوان بیان کننده حاکمیت ملی و حاکمیت مردم و حتی مرکز اداره کشور و مجلس رأس امور نیست. این یک
واقعیتی است. اما مسئله عمده‌ای که آقای توفیقی اشاره کردن، خود شما هم اشاره کردید، امروز در ایران افکار عمومی بنابر قرائن مختلف از این مشکل هسته‌ای خسته شده، به سطوح آمده. بنابراین همون مراکزی که این مشکل رو ایجاد کردن، که در اونجا همه جنگاه بکنیم ارگان‌های قانونی کشور نبودن، بیشتر ارگان مراکز قدرتی بودن که در پس پرده عمل میکردن، خود اونها هم میتوانن این گره رو باز بکنن. فعلا مثل این که به این مسیر رسیدن که گره رو باز بکنن، فکر نمی کنم خیرخواهی و اصلاح طلبی به هیچ کسی اجازه بده که در این مورد بخواد خدکشی خاص قانونی بکنه. آقای کاظمی، در کمتر از یک دقیقه باقی مانده، چرا هیچ جریان سیاسی معترض بی اعتبار شدن مجلس به قانون اساسی نیست؟ من فکر کنم که متاسفانه فقدان آزادی بیان و مطبوعات در داخل کشور و همینطور اون خواست مهمتری که فعلا وجود داره، یعنی حل و فصل بحران اتمی، این دست مناقشه رو به حاشیه برده. یعنی چون مسئله باز شدن و حل و فصل بحران اتمی الان کاملا در اولویت هست و برای اکثریت جامعه و به ویژه حتی جامعه مدنی، کنشگران سیاسی، به شدت ملموس و فوریت پیدا کرده، طبیعتاً این دست مسائل متاسفانه شاید داره به حاشیه رانده میشه و یک نوع اهم و مهم تعریف شده. آقای توفیقی، در یک جمله، آیا در این صورت همه نیروهای سیاسی عملاً همدست این بی‌اعتباری نمیشن، بی‌اعتباری مجلس و قانون اساسی؟ یک جمله. بله، من البته این توی تصور نمی کنم گروه های سیاسی در موقع خودش به این عملکرد غلط آقای خامنه‌ای که حکومت رو شخصی کردن و شورای نگهبان رو وسیله‌ای برای بی اعتبار کردن تقریبا همه قوا کردن اعتراض کردن. نمونه اون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، گروه های ملی مذهبی، همه اونها در موقع خودش اعتراض کردن. اما خب متاسفانه استبداد در کشور ما امروز به یک نقطه از استقرار رسیده که این صداها یا خاموش شده و یا خیلی ضعیف به گوش میرسه. بسیار بسیار متشکرم. محمد علی توفیقی، مرتضی کاظمیان و احمد سلامتیان در پاریس، بسیار ممنونم از شما و سپاس از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه مانند برنامه‌های دیگر ما برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2.